ولایت بادغیس در ماه‌های اخیر شاهد آتش سنگین جنگ بین پیکارجان طالب و نیروهای امنیتی بود، از ولسوالی آبکمری گرفته تا بالا مرقاب. حتی در روزهای اخیر این ولسوالی‌ها تا مرز سقوط نیز پیش رفتند. پیکارجان طالب حدود 2 هفته پیش به ولسوالی بالا مرقاب حمله کردند و این ولسوالی را برای دست کم 10 روز در محاصره داشتند. بالاخره پس از چندین هفته جنگ سنگین این ولسوالی از وجود پیکارجان طالب پاکسازی شد. الحمدلله در عملیات گذشته هم ما تلفات ملکی را شاهد نبودیم و فعلا هم در صدد انکشاف هستیم و برای جلوگیری از تلفات مردم ملکی که دشمن وارا سپر خود قرار میتن ما متادانه حرکت میکنیم. کچر تا دشمن به داسې شومه حمله یا داسې ناوړه کارونه وکړي نو مونږ کوي شو چې دا غوي مرکزونه زمون زويسو. مونږ هر وخت آماده یو د خپل ملت د پاره. مونږ خپل کلی کور اوس امنیت فل مکمل تامین دی. مونږ کوي شو چې هغوی ته د ضمانت په توګه وایو چې مونږ دلته هغوی سره اوږه په اوږه د ژوند کولو دپاره آماده یو. گفته می شود که پیکارجان طالب در اماکن عمومی از جمله دکانها، مساجد و منازل مسکونی ماین جاسازی کرده بودند. به گفته مسئولان امنیتی، نیروهای آنان تا کنون نزدیک به 50 ماین را از این مکانها خونسا کردند. وقتی با عقب نشینی شروع کرد، پس از تکتیک دیگر که ماین است از استفاده کرد، با سرکای عبور مردم ملکی و ساهای مسجد، دکان و خانه های مردم از ماین استفاده کرد که ماین های مختلف نو جا بجا کرده بود. تقریبا 49 حلقه ماین از طرف تیم تحقیق کشف و خونسا کرده و ما به مردم شریف مردم افغانستان اطمینان میتیم که اونا تا وقتی که ما باشیم اونا میتوانند زندگی خوب و آرام عادی داشته باشند. مسئولان وزارت دفاع ملی میگویند که آخرین دسته گروه پیکارجان طالب شب گذشته از بین برده شدند و وضعیت در این ولسوالی به حالت عادی برگشته است. یاسین زیا معاون اول وزارت دفاع ملی میگوید که به منظور تامین امنیت بیشتر در این ولسوالی، ولسوال و فرمانده امنیه این ولسوالی را تبدیل کردند. دشمن با تلفات بسیار سنگینی که در حدود بیشتر از 200 کشته و زخمی به جا گذاشتن، از ساها متواری شدن، فراری شدن، چنانچه خود شما در نقاط مختلف از این ولسوالی سفر کردین دیدیم که الحمدلله دیگه در اینجا دشمن وجود نداره. صرف نبود مردم ملکی به دلیل ماین‌گذاریشان در خانه های مردم در اماکن مقدسه بود، او را الحمدلله تصفیه و پاکاری شد و ولسوال صاحب و مسئولین محلی وظیفه گرفتن که مردم را دوباره و خیر خوبی در خانه و دکان و وظایفشان بخواهند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به مردم ولسوالی بالا مرغاب اطمینان داده می توانند از امروز دکانهای خیش را باز و روند عادی زندگی را دوباره از سر گیرند. آقای ملکزی افسود که پیکارجان طالب در حمله بر ولسوالی بالا مرغاب جواب دندان شکنی گرفتند و بیش از 200 نفر آنان کشته شدند. ای کلینیک چی کرده که کلینیک بیرقم ویران میکنم؟ از یه هدفشان ویران نیسته، هدفشان باسازی نیست، هدفشان اینطور نیست که ترمیم باشه. یعنیجا بلدارایشانه که بلدارای منطقهیشانه، کل ما شما میشناسیم که کی هستن. در اینجا مشاورین طالبای پاکستانی کویته در اینجا مشاوره شده بود که بالا مرغاب رو باید سقوط بتیم که یک رای برای از یاب باسه. یعنی به حساب اینطور نه که بادغیزی ها طالبا بودن، ولی در اینجا مردمی که در اینجا هستن که اینجا که اگر پیشان طالب میگیره یا چی میگیره، اینا به شما با اطمینان میتونم براتون با مسئولیت ما میگم که اینا فقط به حساب دیکتاتوری سرشان فشار میارن که اما را پیش خود نگاه میکنه، از طالبا خوب خاطره ندارن. گفته میشود که ولسوالی بالا مرغاب دست کم 10 سال است که راه های مواصلاتی آن با مرکز بادغیس به دلیل حضور گسترده پیکارجان طالب مسدود است و اینکه این بار امنیت نسبی که در این ولسوالی تامین شده تا چه زمانی پایدار خواهد ماند سوالی است که گذر زمان با آن پاسخ خواهد داد.